به نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا نیوز. توجه شما را به برنامه ورزش امروز جلب میکنم. امید که مثل همیشه با ما همراه باشید. ابتدا یک خبر ورزشی: تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان که روز گذشته به تاجیکستان سفر کرده برای اشتراک در رقابت‌های جشنواره فوتبال زیر 14 سال آسیا، اولین مسافه خود را صبح امروز با نتیجه 3-0 به تیم تاجیکستان واگذار کرده. تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان فردا دو بازی دیگر در برابر تیم‌های هند و نپال برگزار خواهد کرد. اما موضوع ورزشی امروز ما اختصاص داره به ایجاد فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان که هفته جدید روز یکشنبه اولین کانگرس یا کنفرانس بزرگ خبرنگاران ورزشی افغانستان در طول یک دهه اخیر قرار است در کابل برگزار شود. به همین منظور آقای سایر زلاند رئیس فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان در برنامه دعوت کردیم و از جزئیات برگزاری کانگرس با ایشان بحث و گفتگو میکنیم که این کانگرس چگونه برگزار خواهد شد و چه اهداف در پی ایجاد این فدراسیون است. آقای زلاند، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. از اینجا شروع میکنیم، چگونه و کی شما این فدراسیون را در افغانستان ایجاد کردین و فعالیتتان از کدام سال دقیقا آغاز کردین؟ خب تشکر و سلام به همه بیننده های تلویزیون آریانا. در آغاز باید بگویم که این یک اقدامی بود برای رشد خبرنگاری ورزشی و رشد ورزش افغانستان که در 2014 با بخشی از خبرنگارانی و همکاران ورزشی ما که در بخش ورزش کار میکردیم در کابل جمع آمدیم و فکر کردیم که برای خبرنگاری ورزشی باید یک مرکز واحد داشته باشیم که همه خبرنگاران از یک جا کار کنه و برای یک هدف که هدف مسلکی بودن خبرنگاری ورزشی است کار کنیم. در 2014 آغاز کردیم، بعضی از دوست‌ها بودند که کار شروع کردیم و در ضمن در ولایات هم با خبرنگارایی که در ولایات دوردست کار میکنند و از سهولت‌ها و وسایل بسیار کمی برخوردار هستند همراهشان تماس گرفتیم. بعد از 2014 در فوریه 2015 تانستیم که عضویت افغانستان را در فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران ورزشی به دست بیاریم که در همان وقت فدراسیون هم ایجاد شد در اپریل 2015 و با جمع‌آوری تقریبا عده محدودی از خبرنگاران کنگره بسیار خرد و محدود دایر کردیم و فدراسیون ایجاد کردیم. بسیار خوب، چی شد که به فکر ایجاد این فدراسیون شدین؟ بر صورت یک ایده کاملا جدید بود بعد از حدودا 14 سال که حکومت انتقالی آمد، در رسانه ها روی کار آمدن و خبرنگاران ورزشی فعالیت خودشون آغاز کردن. خب خبرنگاری ورزشی یک اصل بسیار مهم در زندگی اجتماعی ماست که ما سر و کار داریم و ورزش یگانه راهی بود که برای ما خوشی آورده برای تحکیم وحدت ملی و یک سمبول برای صلح شده در افغانستان. از امو خاطر بخاطر از این که گزارش های خود را و امو ستوری که درباره ورزش میکنیم او دقیق تر و مسلکی تر باشه، این پلان را گرفتیم که باید فدراسیون خبرنگاری ورزشی را در افغانستان ایجاد کنیم. در ضمن این یک ضرورتی بود برای افغانستان که باید ما با جامعه جهانی که در بخش ورزش کار میکنه و خبرنگارایی که در جهان در بخش ورزش کار میکنه با او باید ارتباطات نزدیک داشته باشیم و ایجاد فدراسیون یگانه راهی بود که ما از این راه میتونیم مستقیما با خبرنگارای جهانی که در بخش ورزش مسلکی تر کار میکنن و تحصیلات در این بخش دارن کار کنیم. چگونه ارتباطتون رو برقرار کردین با جهان و این فدراسیون را؟ آیا اونا پیشنهاد کردن برای شما یا نه این پیشنهاد شما بود برای اونا؟ کدام اتفاق افتاد در بین؟
پیشنهاد از طرف ما بود، چون ما باید پیشنهاد میکردیم که فدراسیون ایجاد میکنیم و میخواهیم که عضویت در جامعه جهانی بگیریم که به همه خبرنگاران مثل که کشورهای دیگر دنیا در اوجه اشتراک میکنه و از تجارب خود سخن میگه، باید خبرنگارای افغانستان هم در اوجه باشند و اشتراک کنند. پیشنهاد از طرف ما بود، اما او بسیار با پیشانی باز او را قبول کردند و برای ما گفتند که خوش آمدید به فامیل خبرنگاران ورزشی جهان. این کدام فدراسیون بزرگ جهانی خبرنگاران ورزشی هستند؟ دقیقا فدراسیون خبرنگاران ورزشی بین المللی در 164 کشور فعالیت میکنه که بیشتر از 159,000 عضو داره در تمام جهان و در 109 کشور به شمول افغانستان که خوشبختانه سال گذشته عضویت دریافت کردیم، در حالی که ما در 2013 عضویت گرفته بودیم، اما نظر به بعضی مشکلاتی که در افغانستان بود عضویت پس از دست دادیم. چه مشکلاتی بود؟ میشکم اگه واضح بسازین که بر صورت سوال برای بینندگان. خوب، مشکلات به قسم بود کسایی که برای عضویت فدراسیون آمده بودن، او نسبت به ای که به خاطر رشد خبرنگاری ورزشی در افغانستان کار کنند، خواستند که فرار را ترجیح بدن و در کنگره اولی که اشتراک کرده بودن بدبختانه که پس به افغانستان نامدن و این کار استفاده کردن، یک سوی استفاده کردن از نام فدراسیون و یک بیباوری کلان برای افغانستان بود که خوشبختانه در یک سال گذشته پس باور را به افغانستان امو قسم که سابق داشتیم خواهیم کردیم و در سال گذشته بیشتر از 6 سفر به افغانستان داده شده که نماینده افغانستان به خارج از افغانستان رفته، به اروپا رفته، به آسیا رفته، آسیای میانه رفته، چین، هنگ کنگ، کشورهای عربی و گلف. بسیار خوب. و موضوع ای که چه امتیازات را نال همین فدراسیون جهانی خبرنگاران ورزشی به افغانستان خواهند داد و ما چه امتیازات را در بین خواهیم داشت خبرنگاران ورزشی افغانستان؟ خوب، اولا باید بگویم که فدراسیون بین المللی ورزشکاران خبرنگاران ورزشی و فدراسیون افغانستان از امتیازات مادی صحبت نمیکنه. ما بیشتر توجه ما سر امتیازات معنوی است که در او رشد ظرفیت های خبرنگاران است، شمولیت در ورکشاپ های ملی و بین المللی است، شمولیت در کنفرانس های ملی و بین المللی است و همچنان شریک ساختن تجارب خبرنگاران افغانستان با تجارب کشورهای بیرونی و همچنان آوردن تجارب خارجی به افغانستان است که در این زمینه برای ما در سال گذشته 3 خبرنگار ما رفته به کشورهای خارجی تجارب گرفتن، اونجا در ترینینگ های در روزه و 3 روزه اشتراک کردند و آموزش دیدن و پس اینجا آمده اینجا برشان در پلان داریم که ورکشاپ های داخلی بسازیم، بخاطر اینکه او خبرنگارهایی که از خارج چیزی آموخته اینجا به خبرنگارهای دیگه او را هم انتقال بدن. مسئله مادی را شما در ابتدا بیان کردین که هیچ گونه امتیاز مادی به ما داده نمیشه. آیا این امتیاز مادی را شما نمیتونید، خود فدراسیون جهانی خبرنگاران ورزشی هیچ گونه امتیاز مادی را به هیچ کشور نمیده؟ بله، چون فدراسیون بین المللی ورزش خبرنگاران ورزشی و فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان یک فدراسیون غیر انتفاعی است فعلا و به همه کشورها هیچگاه امتیاز مادی داده نمیشه از طرف فدراسیون بین المللی، اما به خاطر گرفتن فند و به خاطر گرفتن کمک از دونرها ریکامند میشه، برایشان باورلیک داده میشه که او مثلا امرای ما کمک کنه برای رشد خبرنگاران و به خاطر رشد ظرفیت خبرنگاران از طرف او بر ما ای کارها میشه. این موضوعی که شما مطرح کردین همیار در جریان است، یعنی بعد از اینکه ما کنگرس برپا کردیم و رسمیت یافتیم در فدراسیون جهانی اتفاق میفته؟ ما رسمیت را یک سال پیش در اوجه دریافتیم. این کنگره اولین کنگره به سطح کشور است. ما کنگره خرد داشتیم در 2015 که به فقط کابل بود و یک چند خبرنگار بسیار محدود بود، چون در اوایل نمیشه که همه افغانستان شمولی را می ساختیم و از افغانستان خبرنگارا را می خواستیم، امکانات هم نداشتیم و چون ما شناخت هم نداشتیم در این زمینه نو هم بودیم
بعد از اینکه یک سال شد و بعد از یک سال ما تانستیم دونر پیدا کنیم، تانستیم که پارتنر پیدا کنیم که امی کنگرس ما به سطح افغانستان دایر کنیم. این هزینه ها پس تمام میشه از طرف اسپانسرهای کنگره؟ بله، این تمام هزینه از طرف اسپانسرهای فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان. بسیار خوب، چی فکر میکنین با ایجاد این فدراسیون چی تحول در ورزش افغانستان میتونه رخ بده، تا چی اندازه میتونه این کنگره و ایجاد این فدراسیون و آمدن دی بسیار کثیر از خبرنگاران ورزشی در کنار هم دیگه تا چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه روی ورزش ما؟ تاثیر اولش ای است که همه خبرنگارا از هر ولایت، از غور، بلخ، پکتیا، کنر، ننگرهار، هرات و بامیان، از هر جا خبرنگار میه، یک جا زیر یک چتر میشینه، برای یک روز به خاطر مسائل ورزشی صحبت میکنه. یک مسئله ای که از جنگ به دور است، یک مسئله ای که بر ما خوشی میده، یک مسئله ای که ما سرش افتخار میکنیم. این در ذات خودش یک دستور دکلان است که 200 خبرنگار ما یک جا میکنیم و یا امرای یکی دیگه نزدیک میشه، آشنا میشن، امرای یکی دیگه در تماس میشن. در ضمن از این، در این کنگرس به خاطر حل مشکلات خبرنگاران ورزشی صحبت میکنیم که یک دستور دکلان است. اگر ما بتونیم مشکلات را شناسایی کنیم، حل کردن مشکلات بسیار آسان است. یعنی دولت هم میتونه امرای ما وقتی که ما حل مشکلات داشته باشیم، راه حل داشته باشیم، او امرای ما کمک کنه و مشکلات حل بکنیم. خب چی برنامه‌ای رو در طول سال‌های آینده شما دارین؟ چی پالیسی رو می‌خواید پیش بگیرین؟ به خاطر اینکه این کنگره که ایجاد میشه و این جمع بزرگ و کثیر از خبرنگاران ورزشی که بر اولین بار جمع میشه، اینا حفظ شون در کنار هم دیگه و به صورت متداوم اینا برنامه داشته باشن و هم دیگه رو ببینن یا در برنامه‌های مشترک با هم دیگه جا باشه. بله، پلان‌های زیاد داریم. در ما از سال گذشته سر پلان استراتژیک خبرنگاران ورزشی کار کردیم که برای 5 سال است این را تطبیق میکنیم تا 5 سال آینده. در این پلان، اولین پلان ما است که به سطح کابل و به سطح ولایات خبرنگارا را جمع کنیم، ورکشاپ های خرد و کلان را جور کنیم، ورکشاپ های 3 روزه و 2 روزه که از مسلکی تر و تخنیکی تر به ورزش آگاهی پیدا کنه، چون تا فعلا بسیار کمی داریم خبرنگارایی که او مسلکی گزارش میدن، فقط از برد و باخت گزارش شروع میکنه. اما فعلا دنیای تکنولوژی معلوماتی است که در یک ثانیه تمام افغانستان خبر میشه. از برد و باخت اگر ما خبر داشته باشیم، شاید کسی نتونه که نبینه گزارش ما را که در تلویزیون گزارش نشر میشه، هیچ نبینه نظر به ای که میره در سوشال میدیا را چک میکنه. ما باید گزارش داشته باشیم که بیننده خود جلب کنیم و این وقتی میشه که ما مسلکی گزارش سازیم سر تخنیکی تحلیلی داشته باشه و سر مثلا چرا باخت، چرا برد، چی نقطه قوت داشت، چی نقطه ضعف داشت، کیا باختن. اگر وقتی این چیزا را داشته باشیم، خبرنگارای ما مسلکی تر میشه و بیننده هم جلب میشه. به خاطر رشد ظرفیت خبرنگاران پروگرام ها داریم که 3 ورکشاپ در سال روان انشاءالله دایر میشه در افغانستان، در کابل و ولایت های دیگر. و همچنان با خاطر هماهنگ ساختن تمام خبرنگارایی که با کنگره میه و خبرنگارایی که بعد از کنگره با فدراسیون یک جا میشن، یک چنل خاص جور میکنیم، یک کانال خاص باشه، خواه از طریق وبسایت باشه، خواه از طریق سوشل میدیا باشه و خواه از طریق گروپ باشه و یا دیدارهای مستقیم باشه که یا برای همیش با یکی دیگه در تماس باشن و مشکلات و خبرهایی که در هر جا میشه با یک دیگه شریک بسازن. توجهتون به ولایت چگونه است؟ چون که اکثر پروژه ها و برنامه های کلانی که در افغانستان آغاز شده در پایتخت بوده و یا نشر نشده یا بسیار کمتر به ولایت رفته، توجه این فدراسیون چقدر به ولایت خواهد بود؟ بر صورت ما یک امبیت، یک انبوه از خبرنگاران ورزشی و ورزشکاران در نقاط مختلف افغانستان هستن، یکی دی شاید بگیم 20% شاید در کابل باشن، 80% که در ولایت هستن. دقیقا، خبرنگارایی که در ولایت کار میکند تا فعلا از نظر همه دور بودن و پنهان بودن. کوشش ما ایست و تا فعلا که به کنگره خواستیم، نسبت به خبرنگاری که در کابل است از ولایت
زیادتر خواستیم، از همه ولایت افغانستان خواستیم، اما چون او مشکلات اگر دارن نمیتونن نظر به امکاناتی که دارن نمیتونن با کنگره اشتراک کنه، اما توجه فدراسیون خبرنگاران ورزشی به ولایات بیشتر است نسبت به خبرنگارای کابل، چون ما میخواهیم ورزش را در ولایات نهادینه بسازیم، خبرنگاری ورزشی را در ولایات نهادینه بسازیم که به کابل وقتی که به کابل میه یک خبرنگار ورزشی مسلکی باشه. بسیار خوب. و موضوعی که شاید کمتر بهش توجه شوه که شما بیشتر عرض کردین، مسئله مسلکی ساختن و حرفه‌ای ساختن خبرنگاران ورزشی، به نظر شما پیش ازی نبودند یا بودند محدود بودنی؟ کمکی رو واضح بسن، چون برای خودم سوال خلق شد که 9 سال است در بخش ورزش کار میکنم در رسانه، اما نمیدونم دیدگاه شما چیست در خصوص رسانه ها، شما منظورتون کدام رسانه ها بود و کدام خبرنگاران بودند که اونا فقط از برد و باخت میزنن؟ بودن، در هر جای استثناء وجود داره، خبرنگارایی هستند در افغانستان که افتخار خبرنگارای ورزشی افغانستان است، نه اینکه در افغانستان بلکه به سطح جهان برای رشد ورزش افغانستان کار کرده و یک نام خاصی داره، اما ما میخواهیم که از همان خبرنگارایی که یک جای دارن، یک موقف دارن، یک حرفه‌ای کار کردن، از او استفاده کنیم به خاطر تربیه خبرنگارای دیگه، به خاطر که ما نمیتونیم همیش از خبرنگارای خارجی استفاده کنیم، او را بیاریم اینجا ما را تربیه کنه. منظوری باییست که داشتیم خبرنگارای مسلکی هم داشتیم و داریم، اما اکثرین و در ولایات نظر به نسبت به کابل بیشتر این مشکل مطرح است، نظر به محدودیت‌ها و امکاناتی که او دارن، پس فدراسیون به همین خاطر که همه خبرنگارا مسلکی تر و به شیوه بهتر و حرفه‌ای کار کنه باید زیر چتر فدراسیون بیا و آموزش ببینه. بسیار خوب. و موضوع اخیر، حضور مسئولین ریاست همین فدراسیون جهانی خبرنگاران ورزشی در این کنگرس چگونه است؟ یا از فدراسیون جهانی خبرنگاران ورزشی کسی دعوت شده میآیند، یعنی فقط به صورت شفاهی به اونها گزارش داده میشه؟ نه خیر، مسئولین فدراسیون بین المللی هم حضور دارند، او را دعوت کردیم، رئیس عمومی فدراسیون بین المللی خبرنگاران ورزشی وعده کرده بودند که اما نظر به مشکلات خانوادگیشان که امروز بر ما ایمیل کردند و نمیتونه، اما پیام خود روان میکنه من حیث یک ویدیو یا هم از طریق لایف شاید امرای ما به تماس باشه در کنگره. همچنان سکرتر جنرال فدراسیون یا سیایی خبرنگاران ورزشی به کنگره میه و امرای ما اشتراک میکنه. در ضمن از کشورهای همسایه مثل پاکستان و هند و ایران و نیپال و بحرین خبرنگارایی که عضویت فدراسیون بین المللی را داره یا را خواستیم که یا در کنگره اشتراک کنند. پس مهمانان خارجی خواهیم داشت در این کنگره. و در اخیر بر صورت حتما گفته‌ای داریم با سایر خبرنگاران و همچنین جامعه ورزشی افغانستان به خاطر حمایت این کنگره و همچنین برنامه‌ای که ما خواهیم داشت، میشه صحبتتون داشته باشه؟ بله، این فدراسیون همه خبرنگاران ورزشی است و از همه ورزشکاران افغانستان است. منظور و هدف ایجاد فدراسیون رشد ورزش افغانستان است، یعنی ما میخواهیم که من حیث صدای ورزش در افغانستان کار کنیم، هم برای مردم افغانستان و هم برای مردم جهان، که همگی از فدراسیون افغانستان یاد کنه که فدراسیون افغانستان واقعا به خاطر رشد ورزش افغانستان کار کرده. این یک ضرورت اشد بود که باید سالهای پیش میشد، اما هنوز هم دیر نشده و خوب است که جوانای مثل شما و جوانای دیگری که در بخش ورزش کار کردن و میفهمند در فدراسیون آمده و کار میکنند. بسیار خوب. و تو چه اندازه خوشبین هستین به ای که این فدراسیون بتونه مشکلاتی که امکنون در ورزش افغانستان است، بلخص در بدنه ورزش کشور، ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک را حل بسازه، یا تا حدود این مشکلات را مشخص بسازه، واضح بسازه تا اینکه حل شود هر چیزی تر؟ دقیقاً خبرنگار ورزشی میتونه که مشکلاتی که در ورزش است یا را حل بسازه، و حل ساختنش به خاطر از ایست که یا میتونه امو مشکلشان را پیدا کنه که مشکل در کجاست. وقتی که مشکل را یافتیم حل کردن از او بسیار آسان است و من مطمئن هستم اگر خبرنگارای ورزشی افغانستان متحد باشند
زیر یک چتر کار کند، هیچ قوتی نمیتونه که ورزش را به سیاست و ورزش را به طرف های دیگری بکشاند که دعواداری کنه و یا هم میراثی باشه. بسیار تشکر آقای سیار زلان، رئیس فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان که در برنامه با ما حضور داشتن و برسو در خصوص جزئیات اولین کانگرس بزرگ خبرنگاران ورزشی افغانستان با ما بحث و گفتگو کردن. سپاس فراوان از شما و سپاس فراوان از یاری شما جان تا این دم با برنامه ورزش. تا دیدار دوباره شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا حافظتان باشه.